سلام و صد سلام به همگی. امروز دوشنبه است، دارم میرم دایمو ببینم برای خونه داونتاون که قراره توش برام شیشه و از این حرفو بزنه، چون دایم کارخونه شیشه داره با کمد سازی. سلام برابکس عزیز، چطور هستی؟ تیره تو قلبم داشت سوه، نگو این حرفو، تیره شما تو قلب بنده. شنبوناس تو چه حاله سوه؟ امروز خیلی خوبه. کارگرم رسید، یادم تو کارگرم دایید هایزنبرگه. آره اتفاقا دایم سنگین هایزنبرگه، یعنی یه سری دیگه هم میشنم، یعنی آرزوشه که هایزنبرگ باشه. انقدرم گنگش دیگه در لول گادفادر بالاست، اسمشو از فارسی در آورده، اسم ایتالیایی برای خودش گذاشته که مردم وقتی گنگ بازی در میاره واقعا باور کنن که گادفادر این چیزیه. داشت یه سری سوال پرسیده بود امروز شومبلانس چطوره. شومبلانس هم خیلی خوشحاله، از دیشب که رفتم تو تخت و الان که منم تو ماشین 4 بار خوشحالی کرده. 4 بار، دو دفعه به کمک النا، دو دفعه بدون کمک النا، خودکفایی. با دایم 3 دقیقه دیگه قرار دارم، انقدر بیشورم، هنوز تو شهر خودم هم. نیم ساعت دیگه نیم ساعت بهش زنگ زدم گفت داداش کیر چی یازنده سانتی یازنده یا مناسبه 19 سالیه. نمیدونم چرا، من خیلی تحقیق نکردم به سایز شومبولانس پسر، خیلی علاقه نداشت. برای آن یکی الان پرسید که آقا کار چوپون راسو را بنداز. چوپون راسو دارم را میدازم به خدا، ولی چون میخوام که خیلی آشغال نباشه، خب حتما ویدیوی اول آشغال خواهد بود، ولی دارم کاراشو میکنم دیگه، یعنی میخواستم یه خورده قشنگ باشه، مثلا یه عکسی که گرفتم گذاشتم. اینا همش کار میبره دیگه، با 10 نفر صحبت کنیم، پول بفرستی، کار انجام بدن. مثلا 3 تا کار انجام دادن ریجکت کردن، نفر 4 قبول کردن، خلاص کار زیاد داره. برنامه اول که من و سپرده ما همین هات داگ میزنیم و هات داگ کره‌ای، اونو درست کردم، داره آپلود میشه مثلا که همین الان، مثلا 1 ساعت و 2 ساعت دیگه بعد آپلود بشه، دیگه بستگی به اینترنت ایران داره. من کارامو انجام دادم و در صورت دیگه الان دارم امروز یه دونه درست میکنم، خیلی چیلکس برای دوشنبه، یه دارم میرم میخونمونه ها رو ببینم، یعنی خونه رو بندازم. همون سوی رپ میخونی؟ نه بالو، من به زودی به زور حرف میزنم، زمین من رپ نخونم بهتره، من تو هموم هم نمیخونم. مثلا یه بار خوندم یادم، مثلا تو سخنرانی طبقه پایین اومد بالا دراز کردم خفه شد، من لول خوندنم در اون حده. کاندوم چی؟ یعنی چی کاندوم چی؟ کل سوال اینه که کاندوم چی؟ کاندوم داداش میکنی با کاندوم میکنی یا خالی خالی؟ من تمام زندگیم فقط و فقط با کاندوم کردم. نه زهر میزنم، نه من همه زندگیم دختری که نمیشناسم و با مثلا تازه آشنا شده بودم و حالا مثلا تازه دوست ما همیشه تازه با کاندوم، ولی دوست دختر اصلیمو که 3 تا داشتم در واقع اونا رو نه بدون کاندوم. ولی خب آره این داستان کاندوم بده کاندوم بده. سلام سوهل، سلام دیلو وارد کن. اتفاقا نگاه کردم به دیلو، رفتم روی آمازون زدم دیلو که ببینم مثلا کدومش خوبه کدومش خوب نیست. اولا که چه خانوما باحالن، مثلا توضیح نوشته بود که آره من اسم دیلو رو گذاشتم مثلا جعفر خیلی حال میده، جعفر امشب منو برد بیرون، با جعفر امشب رفتیم رستوران. مثلا 5 صفحه نوشته و راجع به توضیح اینه که دیلدو خریده. گفتم بابا دمتون گرم، واقعا من جو همچین کاری نمی‌کردم، من مثلا یه دونه کس مصنوعی بخرم بعد بیام بنویسم میگم آره خیلی خوب بود جنا هر شب به من عشق ورزید، شبا سرمو گوشم رو جنا خوابیدم. فانتوسر من نمیتونم لغت رو بخونم. بیا یه جوینت بزنیم دور هم. وای الان اتفاقا خیلی وقت جوینته، ولی چون که دیرم شده بود وقت نداشتم. خوار تو دایدم، من باید دایما الان ببینم. من البته خوبه دیگه، خوام تو اتوبان
20 دقیقه میرسیم. 25 دقیقه وای بر خاک برسم که و بیشون شغل قالبگیری دیلو درمانه چطوره؟ بعد دیگه چون یه بار قالب میگیری برو بریم دیگه. اتفاقا این افتادش هم نگاه میکنم چه اختی قالب میگیرن، خیلی سخته. یه یارو میارن و شمولش رو صفر میکنه و قالب میریزن، بعد یارو باید برای مثلا 30 دقیقه یا 20 دقیقه فلانش رو شق نگه داره تا این قالب صفر شه. بعد میذاشتم من مثلا سر 10 دقیقه که میشد یهو خواب یهو شموناتش میخوابید میگه خوابید، بعد همه اون ای بابا دوباره میمادن در میآوردن فلان، دوباره مایه جدید درست میکردن، یارو هم میخواد استراحت میکنه آب میخورد، خود دختره لخت میآوردن جلوش، دختر مماش تکون میدادن و دوباره صفر میکرد، دوباره میگه بریزین بریزین. خیلی جالب بود، بودم بدبخت. من بهشون دروغ میگفتم اگه میرفتم حالا من میخوابید، بهشون نمیگفتم. بعد قالب در میسته انقدی گفتم نه همینه، من کاملا صفرم تمام مدت. رون یا سینه؟ تو غذا یا تو خانوم؟ البته چه سوالی، تو جفت نه دیگه، نه تو جفتش سینه، هم تو غذا سینه هم تو خانوم. همون سوالی دایرکت چکم میکنم به خدا، مثلا توی این چند روز گذشته نزدیک 400-500 تا مسیج برام اومده و من چاقال عادت ندارم به 400-500 تا مسیج، من مثلا چه میدونم 15 تا 30 تا 40 تا 50 تا مسیج میگم، من میگم چقدر کس میگی و چی فکر کردی بگه میگم اونجا مثلا دانشگاه شریفه. آن یقه رو بستم چون که تو ماشین خیلی کج و کله میشه، میرسم اونجا کج شده، اینجوری میبندم بعد بهش میگم اوتو. الان دارم لباسمو اوتو میکنم تا برسم داونتاون. میرسم داونتاون این بازیشو میکنم، ولی بعضی موقعا چون چتم یادم میره میرسم اینجوری اسخلا، معمولاً کسی نمیبینه بهم، بعدش نمیگه، بعد میام تو ماشین میرم اینجوری میگم ای بابا این مشممدلی بودم. ولی خب این داستان الان داره خوشویی الان لباسم واسه شما میخوام. عموسو ادیتور گرفتی؟ بله خیلی ممنون. به اونایی که جواب ندادم معذرت میخوام، به خاطر اینکه میگم برای ادیتورم باز مسیج خیلی زیاد اومد، نزدیک مثلا 300 تا مسیج اومد. هیچ علاقه ای به کاندوم ندارم، من فقط کاندوم استفاده کردم که مریض نشم و بچه دار نشم، که بچه دارم شدم اتفاقا. دو سخاره اولمو که با هم 7 سال بودیم اون بیچاره بچه دار شد، خیلی هم ضایع بود. فکر کنم مسافرت دعوت بودیم با خواهرم و اینا، بعد قرار بود پنج شنبه و جمعه و شنبه یک شنبه بریم مسافرت، دوشنبه برگردیم، بعد سه شنبه ما فهمیدیم که حامله ای دخترم، که واه از این ادا اصولا وای من زنده میفهمم سخت ها، ولی دیگه شما متوجه این که ایرانی ها همه چه باید داستان بدن جواب بدن. بعد چیز شد مجموعه مسافرت، 4 روز مسافرت دهن من گاییده شد، برای اینکه همه شبت هم باید خواهیمالی ایشونو میکردم که ناراحت نباشه، نباید مسافرت کسی میفهمی، بعد مسافرت هم باید با بقیه حال میکردیم چقدر بد بود. بعد تا هم برگشتیم رفتیم بچه ها رو بندادیم، ولی اگه اون بچه ها ننداختیم من رفتم 20 سالش بود خارکسته چنسش بود، مثلا 2005-2004 اینا بود دیگه فکر کنم، الان 17 سالش بود. این دایی بود، دایی گفت کجایی پدر سگ من دارم میام دارم حتی نما بابا گفت اصلا نگره نباش، من همجوره در بایست دارم هر وقت میخوای بیای بیا، خیلی آدم مشتیه. ولی خب من ناراحتم هنوز. چطور انقدر سمی ستون؟ من چرا انقدر سم شدم؟ من اگه بابا میخواستش من پررو به باز بزرگ کنه، خب پررو بزرگ کرد و از اون من مام بزرگ من خیلی حاضر جوابه و من به اون رفتم. یه بار خودش تعریف میکنه میگه که تو ایران بودیم موف کردیم و اینا، تمام روز موف کردیم و من یه تازه مووینگ تمام شده بود اسباب کشی، تازه نشستم یه دقیقه خیلی خیلی خسته بودم، داشت خوابم یه تلفن زنگ زد، گوشیو برداشتم یه یارو گفت سلام ببخشید جنده خونه، بعد فهمیدم مام بزرگ من چی جواب میده تو اون خستگی و تو اون حال اینا، میگه آره گوشی با مامانت کار داری؟ این مامان بزرگمه،
واسه همین من دست خودم نیستی، یه حاضر جوابی از اون گرفتم، از من بابام پرروم کرده، واسه همین هیچ وقت کسی مثلا بنام که خفش و سگ زده. بعد فکر کردم با مزدم هی ادامه دادم دیگه رسیده به اینجا که دیگه قابل تحمل نیست. اینجا بودم اون بفهمشام نسیم رو میگایدم. اتفاقا چه با مزدم نسیم دیروز زنگ زده بود که منو بیا توی این سیبیل وار مثلا حرف بزنم. آیا حرفا گفتم که فکر نمی کنم مردم خیلی علاقه داشته باشن به حرفای شما گوش بدن به این صورت اتفاقایی که افتاده. ریشه ها چرا زدی؟ اولا که کلا ریشو سرم به خاطر اینکه ریشه ها سفید شد یهو تو مثلا 4 سال گذشته از سیاه شد سفید سفید. بعد میزنم مامانم یه دفعه بردم چیز بردم بیمارستان ساعت 8 صبح یه کاری انجام بده. بعد اون یارو دختری که داشت مینوش اسما رو بعد مینوش که کی اومده اینو ببره، بعد اسما رو پرسید نوشتم، بعد اونجا بعد زیرش نوشته مثلا این کیه نسبتش، بعد تو اومد بپرسید بالا نگاه کرد زد شوهرش. یارو فکر کرد من شوهر مامانم هم. بعد این تاثیر یکی از اصلی ترین تاثیرشون ریشه است. جغ نزن سفید نشه. اگه به جغ بود که مثلا الان باید بیرنگ شده بود. داداش کیل چند سانته؟ نمیدونم خیلی وقت سان نکردم. چیز میدونه اسمش چیه؟ بگو سجاد. سجاد خفه میگفت من شنیدم من دیدم دختره به فرمایشامو میکردی؟ یعنی بیشتر از یه بار ها؟ نه بابا دیگه شما خیلی وحشینی. نگاه آدم پیدا میکنی توی برنامه فکر کردنی تو کار نبود، فقط فکر برنامه بود و به قول معروف همکاری. آها میگه ایلان ماسک چرا به فکر به جای اینکه زمین رو سیف کنه به فکر یه کشور یه کره دیگه است. من خیلی به موضوع فکر کردم ولی جوابش به نظر من خیلی ساده است. به خاطر اینکه ایلان ماسک اینجا زندگی کرده و دیده چقدر آدما احمقن و وقتی اینو میبینی تو دیگه میگی من نمیتونم این احمقیت رو سیف کنم، برای همین میگم یه جا دیگه به امید اینکه دو تا احمق داشته باشیم که یکی از احمق خوشوخوش اون که احمق هنوز وجود داشته باشه. تو همین الان بهترین مثالش کرونا دیگه، یه مریضی اومد فکر کنم بهش مثلا یه هرچی میخوام بشه، همین یه مریضی اومد همه دنیا رو گرفت. اتفاقا امروز 5 میلیون نفر آدم مردن. خیلی ها 5 میلیون نفر. کشوری هست که جمعیتش کمتر از 5 میلیونه و 5 میلیون آدم مردن و هنوز که هنوزه 30% آدم ها میگن که دروغ فیلم دولت میخواد اینطوری کنه، بیل گیتس میخواد جی پی اس بذاره توت بچه‌ها به این سادگی و فلان. میفهمی؟ مثل اینمونه که مثلا بگی آقا اگر پنجره رو باز میکنی نپرین پایین، انسان ها نمیتونن پرواز کنن. بچه‌ها آدم میگن نه دروغه کسچره، آدم ها میتونن پرواز کنن، دولت اینو میگه چون نمیخواد تو پرواز کنی، یه وقت بری به بانکشون دسترسی بدرسی کنی، بری به آرمی حمله کنی. بعد میگی خواهر کسیم اگه اون وقت نمیدونی اون پنجره بازی یارو پرید پایین همین الان مرد. نه اینا دروغه، اینا اخبار علکه، اون یارو پول گرفته بود خودشو بکشه که من اینجوری باور کنم. بعد خود خواهر کسیش میپره میمیره، نفر بعدی دوباره همینه. میدونی یعنی نه شواهد براشون ارزش داره، نه حرف آدم باشور براشون ارزش داره، نه اخبار براشون ارزش داره، نه شعور شخصی دارن. خب وقتی تو دنیا اینه چرا فکر میکنی یه آدم میتونه دنیا رو چیز کنه نجات بده؟ انسان یه حیوان فوق‌العاده احمقه، ولی چون انسان تصمیم میگیره احمقیت کجا شروع تمام میشه میگه من باحالم. همه ما هم چون احمقیم قبول میکنیم آره دکتره گفت ما همه باهوش‌تریم. یه دونه یارو هستش پروفسور من عاشقشم میگه که خاکوسا شما میخواین به یه جا دیگه ایلین پیدا کنین باشون رابطه برقرار کنین، شما کسکشا با گوریل نمیتونین حرف بزنین که 99.7% با شما یکیه، با یه چیزی که 99% بیشتر به شما نزدیکه نمیتونین با اون حرف بزنین، با اون کامیونیکیت کنین. تو جنگلم یا تو اون رو میکشه یا اون تو رو میکشه. بعد چیه جو گرفتتت که میتونی چیز کنی؟ کجاست جو گرفتتت که میتونی ما مثلا با هم یه ردیفش کنیم از این حرفا؟ واقعا هم حرفش قشنگه. اونم دوباره همین راجع به کرونا ویروس هم میگه، میگه اینو بهش نگاه کن که یه دونه ایلین، یه چیزی که ما نمیدونیم چیه، در واقع این ویروس کرونا به انسان ها حمله کرد
و انسان ها اصلا نتونستن پشت هم باشن و جمعش کنن. یه چیز جالبتر، اگه انسان ها فقط 7 روز فقط 7 روز همه میموندن تو خونه، کرونا بین میرفت. من با یه دکترم صحبت کردم، یه دکترم، یک دوستم که دکتر ازش پرسیدم، گفتم آقا اگه همه آدم ها میشنن تو خونه کرونا بین میرفت دیگه واسه 7 روز. گفت آره، یعنی فکر کن فقط اگه 7 روز آدم رو دست به هم میدادن، 2 سال پیش کرونا میومد و 7 روز تمام میشد، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. ولی ماشاءالله ماشاءالله انقدر بیشوری زیاده، انقدر الاغی زیاده که میبینی چی شد دیگه. من چرا اومدم تو خیابون پارک کردم؟ حالا اوکی going downtown. به این پارکینگ پایین، چون من اینجا پارک نکنم، بعد با داییم صحبت بکنم، بهش کنم چیکار میخوام بکنه، کجا شیشه بزنه، کجا چکونی بدیم، بعد دیگه بریم چیز داییم بره و من تو اینجا باید بمونم کار دارم. خور بزنم. خوب جا چه داریم؟ خور بزنم دایی تو فیلمه؟ اوه اوه کی تو فیلمه؟ شما به چه کاری؟ برای پادکست، نه یک پادکست، برای یوتیوب هم خوبی دایی؟ من خوبم، تو چه داری؟ خوب امروز خیلی چیزم، اصلا حوصله ندارم نشمم سر کارا. من مریض بودم 22 روز، امروز اول روزیه که سعی بود. منم دو تایی مونی. نه من اوکی هم، فقط میرینه تو فیلم، من خواهم نمیدونستم یه فیلم دارم تمام فیلم بینگ بینگ بینگ. اون لحظه واقعا ما دقیقا میرسید، ولی هی بودم حالا یه بینگ میزنه دیگه، ولی یک جوری دوربین رو برمیداره بینگ رو، این زنگ آبرو آدم رو میبره. این فیتی نمیزنه، میزنه از آدم. چرا این فیتی نمیزنه؟ نمیدونم، این فیتی اصلا نداشت، حتی یه دونه بوق هم نمیزد، چراغ روشن میشد میره، روشن میشد میره، اصلا کاری نداشت. میگه اگه میخوای بخوری خودت بخور. این ماشین من از همه جاش بوق میزنه، همه ماشینا بوق میزنن. نه مال من عدن رقم میره بوق میزنه، یکی میره بغلش بوق میزنه، نمیدونم همینطوری خودش بوق میزنه. مازاراتی جالبه، مازاراتی بوق میزنه بعد بیخیال میشه، خب بعد تو میگه خیر ول کرد، بعد دوباره شروع میکنه، بعد میگه خب بچه رو ول کردی، اگه میخواستی کلید کنی چرا ول کردی؟ ول میکنی ول کن دیگه. آه فهمیدم تو نمیبندی، یو نو وات، کست احمد ببن. خب چه فرقی که داده قبیش برم نما کن کی هم بینس پیاده میشه؟ علی قود یاد علی قود علی قود پاشا علی قود. داستان علی قود مکسیک بودیم، بعد یه یارو اومد مثلا 400 کیلو بود ولی فقط عضله، بعد از این برای سخت شیرجه زد به پرید تو آب که از اون از یه نفس تمام طول سخت رو میرفت، بعد سعید اون برای آب بایستاده بود داد میزد پاشا علی قول پاشا علی قول، بعد یارو همه را پرید تو آب همین که سعیدش داد میزد علی قول، تمام شنا که از اون برای آب اومد بیرون به سعید گفت سلام. کتاکر رو بردم برای همین بنز داشت دیدی به اون رادت داریم. آقای دختره بود تحت شده هم گفت ووی 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 ووی، انقدر رو اعصاب بود میخواستی با مش بزنی تو سر. خب این شغل زندگی نبود، هیچ کیه میگفتش بیاد فاک ای خیلی رو اصلا با من دوست دارم. یه دختری تو ایران بود صدای خر در میاد. نه بابا اصلا این همون لول دیگه ووی اصلا اعصابم داغون میشه. من تا فوش چه صدایی مادم در خب بریم بالا ببینیم چه خبره. Yeah, 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 yeah,